خیلی جالب توجه اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، همزمانی رونمایی از یک برند در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل بود. اون هم جانشین تازه آقای آلن ایر، خانم سحر نوروزاده. گفته میشد که خانم نوروزاده عضویت در نایاک رو در پرونده سیاسی خودش داره و بعد با یک تبلیغات پرتمطراقی در شبکه خبری صدای آمریکا که خود خانم درخشش رئیس این بخش فارسی این شبکه برای گفتگو با او به صدای آمریکا میره تا اعلام کنه که او سخنگوی جدید هست، وارد عمل میشن و در نهایت هم از مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک او برای اولین بار به عنوان سخنگوی رسمی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا صحبت میکنه. این موفقیت نایاکی ها در پیشبرد اهداف خودشون و تصرف وزارت خارجه آمریکاست. این چه شرایطی رو ایجاد میکنه؟ آیا خانم نوروزاده میتونه در حقیقت منافع ملی ایرانیان رو فارغ از منافع حاکمیت اسلامی در تهران مورد توجه قرار بده، یا اساسا وظیفه اونیه که منافع آمریکا رو مورد توجه قرار بده؟ خب همین قسمت دومی که میفهمید، منافع آمریکا البته در چارچوب فکری باند مماشات، چون واقعش اینه که یکی از کارشناسان آمریکایی گفته بود، گفته درسته در نزدیک 4 دهه گذشته همیشه در دستگاه‌های در دولت‌های پیاپی آمریکا مماشات با جمهوری اسلامی وجود داشته، از کارتر بگیرید بعد جیمی کارتر بگیرید بعد ریگان رو بگیرید تا بیاد به الان، ولی در دوره آقای اوباما متفاوته. اصلا مماشات با جمهوری اسلامی و دوستی با جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح سیاسی وجود داشته. همین خانم نوروزاده قبلا در کاخ سفید مسئول مدیر ایران در شورای عالی امنیت ملی بوده. خب بی جهت هم نیست که یه همچین کسانی رو انتخاب میکنن. به همین ترتیب در خود وزارت خارجه همینا نفوذ داشتن. دستگاهی که روی توهم سوار شده که ما باید با جمهوری اسلامی دوست بشیم، بهش امتیاز بدیم تا اون مدره ها، اون معتدلین، نمیدونم اصلاح طلب ها یه خیالی اینا قدرت بگیرن، اینا که قدرت بگیرن میتونن بیان جمهوری اسلامی رو، رژیم رو متحول بکنن و از حقوق بشر خوب بشه، سیاست خارجیش هم بشه خیلی عالی در منطقه و ما آمریکا، یعنی ما اومدیم یه تعادل جدیدی در منطقه ایجاد کردیم و سیاست خودمونم در اونجا بروز کردیم و همه چی با خوشی و خرمی پایان پیدا میکنه. این یه دکانی بود که نایاکی‌ها و جمهوری اسلامی رو اول در آمریکا تبلیغ میکردن، ایده از آمریکا هم حمایت میکردن، آرام آرام این طرز تفکر به بالاترین سطوح دستگاه سیاسی آقای اوباما رفته. ما یادمون نره، الان دیگه اینو ما نیستیم بگیم اینا اتهام نیست، شایعه و تئوری توطئه نیست، چون هموطنان ما یه مقداری فکر کنم بیشتر حتی از دیگر ملت‌ها دوست دارن تئوری های توطئه رو. نمیدونم اینجوری که اون تقصیر اونه، 11 سپتامبر رو خودشون بودن کردن، از این حرفا خوب ما زیاد میشنویم، ولی واقعش اینه که از زبان بالاترین مسئولین خود دولت آقای اوباما، همکاران آقای اوباما، دیگه الان کاملا مشخص شده که در به خاطر دوستی با جمهوری اسلامی، در توهم سازش با جمهوری اسلامی، در جنبش سال 88 آقای اوباما رو شکر اون طرف، بعد در عراق با اینکه نوری‌المالکی شکست خورد در انتخابات و جمهوری اسلامی پاشو کرد توی کفش که باید همین نوری‌المالکی بشه نخست وزیر، آقای اوباما ازش حمایت کرد. بعد گروه های شیعه عراقی انواع و اقسام جنایت و سرکوب را علیه سنی‌ها کردن، آقای اوباما سکوت کرد. این حرفا که خودشون میزنن، سکوت کرد. همین ها باعث شد که در مناطق سنی‌نشین شورش شد. بعد در سوریه جمهوری اسلامی دخالت وسیع کرد از سال 2011، آقای اوباما هیچ کاری نکرد. همه این کارا رو میکرد، یعنی سکوتش روش رو میکرد اون طرف، سازش رضایت نسبی به خاطر این بود که مبادا دوستی با جمهوری اسلامی، دوستی با اصلاح طلبا یه وقت خدای نکرده زیر علامت سوال بره. و همه اینها رو، این کارها رو کرد در حق مردم منطقه و مردم ایران. این ظلم ها شد که چی؟ که با روحانی مثلا بسازه که رژیم متحول شه. حالا معلوم شد همه اینها دروغ بوده. حالا سازش هسته‌ای کرده، حالا آقای اوباما تمام امتیازات رو داده که سازش هسته‌ای بکنه، حالا هی امتیاز میده که مبادا سازش به هم بخوره که روحانی وضعیت خراب شه. اومده کنگره آمریکا میگه آقا ما یه قانون گذروندن که اموال و دارایی های سران جمهوری اسلامی که از نظر خود آمریکا اولین حامی تروریستن
اموال اینا در خارج کشور با بانکای کرد رو بشه. آقای اوباما گفته من وتو میکنم. این من نمیدونم چی چیش چرا، چون برای روحانی بد میشه. یعنی رسما شدن لابی جمهوری اسلامی. خب کی این افکار میبره جلو؟ نمیخوام بگم همه اینا تولید نایاکه، نایاک خودش با جمهوری اسلامی کار میکنه. این مجموعه دستگاه مماشات، دستگاه لابی جمهوری اسلامی این کارا کردن. البته من تردید ندارم هر کسی رئیس جمهور بشه، چه آقای ترامپ باشه چه خانم کلینتون باشه، به میزان بسیار زیادی این مسائل بر کنار، این آدم ها کنار خواهند رفت، دیگه مثل سابق نمیشه. این فاجعه ای که تو خاورمیانه هست، اینو نمیتونم به کار گیرم آوردش سکوت بکنه. باید سیاست جدیدی داشته باشن. هر سیاست جدی هم بخواد آمریکا در خاورمیانه بکنه، باید در مقابل جمهوری اسلامی بایسته، چه سوریه باشه چه عراق باشه چه تروریسم باشه چه مسئله موشکی باشه و همه اینا. بنابراین بسیار قابل تاسفه، ولی من امیدوارم که چند ماه دیگه بیشتر به این دستگاه کامل مماشات که انتصاب خانم نوروزاده یکی از اون جلوه هاشه، این پایان پیدا کنه یا لااقل کاهش پیدا کنه. ممنونم آقای دایی. نیکو انگ عزیز، از شما هم خیلی کوتاه در مورد خانم نوروزاده بشنویم، اگر نکته‌ای هست با توجه به تعاملاتی که خب در این سالهای اخیر خود شما با وزارت خارجه داشتید، افت و خیزهای زیادی رو هم میدونم پشت سر گذاشتید در تعامل با وزارت خارجه و این گروه‌هایی که در این سالها در وزارت خارجه آمدند و حتی تونستند برخی از فعالیت‌های بشردوستانه در این وزارت خارجه رو هم به مسیرهای دیگر ببرند. خیلی کوتاه بشنویم تا من سوال دیگری رو باید با شما مطرح کنم حتما. چیزی که من میدونم این است که این موقعیت جدید خانم نوروزاده ترفیع مقام محسوب نمیشه، چون ایشون از شورای امنیت ملی اومده به سطحی پایین‌تر در وزارت خارجه و سخنگو شده، اما بالاخره ایشون میخواد تاثیرگذار باشه در حوزه ایران. یعنی اگر قبلا مثلا برفرض گریسیک زمان جوانیش در همین موقعیت توی شورای امنیت ملی آمریکا بوده و خب بعدا خارج شد، ولی دیگه وزارت خارجه کار نکرد، حالا ایشون اومده وزارت خارجه و سخنگو شده به جای آقای آلن ایر. در نظر بگیریم که هم آقای آلن ایر و هم خانم نوروزاده سابقه در حقیقت کار در مجموعه‌های امنیتی و حالا به قول معروف به عبارتی نظامی رو هم داشتن. ایشون در پنتاگون کار کرده، گفته میشه با اف بی آی هم همکاری داشته مدتی و بعد در شورای امنیت ملی مسئول بخش ایران بوده. اما اینکه چقدر ایشون سابقه کار به قول معروف امنیتی و سیاسی در قبال جمهوری اسلامی و شناخت ایران داره من اطلاعی ندارم، اما به نظر میرسه ایشون خط خاصی رو دنبال کرد که و حالا بر اساس تصمیم هایی که دولت اوباما گرفت، من این حدس رو میزنم که شباهت زیادی به نظرهای یک لابی معروف در واشنگتن داره که آقای دایی اسم اون لابی رو معمولا خیلی بهتر از من میدونن. نکته دیگری که بایستی عرض بکنم این هست که در طول سالهای اخیر خط ویژه‌ای رو دنبال کرده وزارت خارجه آمریکا در مورد پروژه حقوق بشری و به نظر میرسه نظرهای گروه ویژه‌ای که اعضاش ممکنه قبلا با لابی ایرانی به قول معروف ارتباط داشتن همون خط رو دنبال میکنه و تا حدی که خود من شاهد بودم ممکنه هست حتی یک پروژه تایید شده که یک نهاد غیر دولتی داره و میخواد در مورد ایران اجرا کنه، وزارت خارجه براش مانع ایجاد کرده و این نشون میده که اون خط ویژه کماکان لااقل دنبال میشه. اما اگر دولت بعدی دست خانم کلینتون باشه یا دست دونالد ترامپ، بایستی بر اساس منافع ملی و منافع اقتصادی اون دولت ها بررسی بکنیم که چه مسیری رو دنبال خواهند کرد. البته میدونید که در سال 2009 وقتی که اتفاقات زیادی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران افتاد، خانم کلینتون نگاهی اعتراضی داره به تسامح دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی، حالا در کتابش این رو نقل کرده. همچنین میدونیم که آقای ترامپ هم نگاهی انتقادی به توافق هسته‌ای داره. با این وجود باید صبر کرد و نمیشه پیش بینی کرد دقیقاً که کدوم خط سیاسی در قبال جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت و آیا مسئله حقوق بشر بنا به مقتضیات سیاسی برای قراردادهای نفتی و مسائل دیگه مجدداً به فراموشی سپرده خواهد شد یا نه. ممنونم نیکو هنگ عزیز. من این نکته رو ذکر کنم که خانم نوروزاده
جوان هستند و هنوز در چارچوب سیاست و برای یک پالیتیشن، یک فرد سیاسی در ایالات متحده آمریکا راه طولانی پیش رو دارند. امیدوارم که با حفظ منافع ملی و احترام به همه موازین حقوق بشری برای همه انسان‌ها، فرقی هم نمی‌کنه در کجای دنیا زندگی می‌کنند، در این مسیر موفق باشند، افتخار جامعه ایرانی باشند، با پرهیز از کسانی که وابسته به نهادهایی هستند که دستشون به خون مردم ایران آلوده است و از سیاست‌های سرکوبگرانه در ایران دفاع می‌کنند.